اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستانی که بیننده و شنونده برنامه ما هستند و جا داره تشکری بکنم از تمام دوستانی که در برنامه ما را همکاری میکند، حمایت میکند. یک دنیا سپاس. خداوند هر جای که هستند جور آرام صحتمند داشته باشند. دوستای عزیز، امروز بحث من در مورد خوشبختی های خانواده است. این چی چیز باعث میشه که خانواده خوشبخت میشه و بدبختانه در افغانستان اکثریت خانواده است که دچار مشکلات است و هر قدر که تلاش میکند اصلا نمیتونه تعادل خانواده را حفظ بکند. معمولا پدرها یا مادرها با مشکلات زیاد مواجه هستند و اکثریت مادرها و اکثریت پدرها مسیج به ما میمارند که استاد، ما در یک وضعیت هستیم که فعلا خانه از کنترل برآمده، یعنی اولادها را ما کنترل کرده نمیتونیم. اگر میشه شما یک سیمینار یا یک بحث داشته باشین که ما باید چی انجام بدیم تا فامیل یا فرزندان خود در کنترل خود داشته باشیم. دوستای عزیز، خوشبختی های خانواده در چی است؟ ما باید چی انجام بدیم تا خانواده خوشبخت داشته باشیم؟ در قدم نخست، خوشبختی خانه در خدا پرستی است. در هر خانه که نماز باشه، روزه باشه، زکات باشه، گپ خوب باشه، عبادت باشه، بدون شک خانه خوشبخت است. و اگر برعکس مثلا خواب باشه، وقت نماز کلگی خواب باشه، وقت نماز آهنگ پلی باشه، وقت نماز مثلا اکثریت دوستا رو میبینیم که در کارهای آشپزی و کار خانه و پاکاری و غیره خود مصروف کرده و در وقت عبادت، در وقت خداپرستی تلویزیون روشن است، مصروف دیدن سریال و صد برنامه دیگه است، بدون شک خانه خوشبخت نمیشه. پس ما لازم است که برای اینکه بتوانیم خانواده خوشبخت داشته باشیم، ابتدا باید در خانه خدا پرستی باید بیشتر ارزش بده. یعنی وقت نماز باید مشخص باشه. حتی بعض وارا ما دیدیم که از یک طرف ملا آذان میده و از سوی دیگر آهنگ پلی کلی گوش داره، اصلا کس توجه نداره، اصلا مثلا کسی نمیفهمه که باید ما چی انجام بدیم در مقابل این کارا. ولی بدبختانه تمام مشکل فامیلا در افغانستان، یعنی معمولا فامیلا در افغانستان امین است. در خانه که خدا پرستی نبود، او اصلا خوشبخت نیست بلکه بدبخت است. و شما میفهمین که در هر خانه که خدا پرستی، عبادت، نماز، روزه نباشه، هر روز جنگ است، هر روز جنجال است، هر روز حتما یک گپ است. اگر در فامیل یک گپ نباشه، حتی گپای همسایه را میارن و یک گپ حتما جور میکنه تا نظم خانه از بین بره. پس جا داره خدمت پدرها و مادرای عزیز اشاره بکنم که اگر شما میخواین یعنی یک خانه یا یک والدین خوشبخت داشته باشین، پس بیشتر تاکید بکنید در این که باید خداپرستی باشه، باید عبادت باشه، باید روزه باشه، باید زکات باشه، باید صدقه جاریه باشه و غیره. دوستای عزیز، در دومین بخشی که من اشاره میکنم، برای این که ما بتوانیم خانواده خوشبخت داشته باشیم، عزت خانه در دوستی است. یعنی ما باید در خانه کوشش بکنیم که امو دوستی و روابط خود را حفظ بکنیم. من اکثریت خانواده را میبینم که دو خواهر در یک فامیل جور نمیه، دو برادر در یک فامیل جور نمیه، مادر امروی پسر جنگ داره، پسر امروی خواهر جنگ داره، خواهر امروی پدر جنگ داره، بهش ده معمولا مشکلات زیاد است و باعث میشه که خانواده بدبخت شده بود. ما ببینیم که مثلا دو پسر از دوران کودکی در بین خود لج داشته و مادرم گویایی که یا از کودکی نمو لج باز بود، به نمی شکل امرایشون صحبت کرده و کار کرده، بالاخره یا کلام همیشه جور نمی. پس ما باید کوشش بکنیم زمانی که یک خانواده خوشبخت باید داشته باشیم، پس عزت خانه در دوستی است. ما نهایتا کوشش بکنیم که دوستی و رفاقت و روابط نیک در بین فامیل اجرا بکنیم و این نشان دهنده از این است که ما انسان‌های موفق هستیم و یک خانواده خوشبخت داریم. بعد سوم که اشاره میکنم، ثروت خانه در شادی از دوستای عزیز. همیشه وقت شما تلاش بکنید تا اگر مثلا در بیرو هر قدر مشکلات بود، در بیرو هر قدر جنجال بود، ولی میگی پشت دروازه میهی، پشت دروازه خانه، باید تبسم بکنی، شاد شوی، به خاطر که ثروت خانه در شادی است. و اگر تمام سرمایه دنیا از شما باشه ولی بدبختانه در درون خانه شما غمگین باشین،
یعنی شما ثروت خانه را از بین ببرید. پس زیادتر و بیشتر تلاش بکنید تا هر قدر مشکلات که داشتین ولی در خانه شاد باشین، تا یک خانه ثروتمند و خانه خوشبخت داشته باشین. دوستای عزیز، چهارمین بخشی که من اشاره میکنم خدمت شما، زیبایی خانه در پاکیزگی است. لطفاً خانه را پاک نگاه داشته باشید. فرق نمیکنه که مثلا دوشک قیمتی شما داشته باشید یا فرش بسیار قیمتی شما داشته باشید، ولی پاکی و سترگی در دست خود ما شما است. اگر یک خانه از طلا جور شده باشد ولی پاک نباشد، پاکیزگی خود حفظ نکرده باشد و کسی نباشه که خانه را پاک نگاه بکنه، یعنی اصلا مثل خارستان معلوم میشه. و اگر یک جایی باشه که کاملا عادی باشه، دیوارای گلی داشته باشه ولی پاک باشه، نظیف باشه، زیبایی خانه را نشان میده. شما کوشش بکنید در خانواده، زیادتر بحث ما این است که خانواده محترم، لطفا شما کوشش بکنید که در زیبایی خانه نقش داشته باشید. نگوین که خانه خراب است یا خانه بچم از بین رفته. کوشش بکنید که خانه پاکیزه داشته باشید. و همچنان پاکی خانه در تقوا از دوستای عزیز. یعنی شما هر قدر که خانه را پاک داشته باشید ولی تقوا نداشته باشید، باز هم پاک نیست. پس باید ما کوشش بکنیم نهایتاً که پاکی خانه را در تقوا یعنی رواج بدیم. هر کس که تقوای مثبت داشت، هر کسی که قوت خوب داشت، هر کسی که قدرت احترام کردن، قدرت ادب داشتن، قدرت پاک بودن، قدرت با اخلاق بودن داشت، بدون شک خانواده خوشبخت می داشته باشد.